مادر، تو برای تماشای جشن نمیایی؟ نه، پام درد میکنه عزیز دلم، نمیتونم را بیام. آخه قرار منم کشتی بگیرم. منم دعا میکنم خدا توفیقت بده. پدر خدا بیامرزت میگفت کشتی ورزش مقدسیه. پسرم، مبادا با حریف خودت دشمنی داشته باشی، مبادا بهش صدمه برسونی، قول میدی؟ آره مادر. دست خدا به همراهت، برو پسرم، برو. خدا یارت. خدافظ. به هر حال اگه بیای خیلی خوشحال میشم مادر. اگه پام ساکت شد چشم. نگردار ببینم. صدای ساز و دهل میاد بره در این برا، چه خبره؟ گه بالا مسابقه کشتیه. کشتی؟ آره. کی هستن کشتی میگیرن؟ اینجا رسم هر سال کشتی میگیرن. به چه به موقع، شما هم که در به در دنبال کشتی گیرای تازه میگردین. کار بد نیست، یه سری بزنیم، هم سیاحت هم تجارت. اگه آهالی همت کنن میتونیم یه ترتیبی بدیم، یه جایی بسازیم که همه جوانا توش ورزش کنن. پول گرفتم گذاشتم بچه‌مو. مهمون اومده بابا. رخصت پهلوانا. مایون مهمون ناخونده نمیخوایم. بفرمایید، صفا آوردیم. آی پسر شربت بیار. خیلی خیلی خوش اومدین. قربون شما. بفرمایید اون بالا. بفرمایید آقا. جشن دارین؟ بله، میخوان کشتی بگیرن. حالا شروع میشه. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. راستی عجب به موقع رسیدیم پهلوانا. ایشون دختر من ستاره هستن، تو دانشکده کشاورزی تهران درس میخونن. تا به خدا بیان اینجا پیش من. آب خواب توجه کنید. خب تماشا کنید، همچین کشتی تو تهرونتون هم ندیدید. شما اینو بهش میگین کشتی؟ او کشش کر کدن، گردنشو بشکن، بشکن. میتوانه میخورمه. این رسم به پهلوانا نیست، بخشیگریه. رسم و رسوم ما اینجوریه قربان. گردن شکستن یه جیگر دیدنشو ندارین، چشماتونو ببندید. اگه بزنم توی زمین کرگدن کارش ساخته هست. کشتی ورزش مقدسیه پسرم، مبادا به حریف سرم بزنی. What?
ازت راضی باشه پسر. متشکرم مادر. طرف راز باشی. ممنونم. ممنونم. به تبریک میگم جمعه. حتما باشی قهرمان نامداری باشی. متشکرم. از همیشی ممنونم. ممنونم رو پسر. ماشالله دل شیر داره. مگه با من بیاد تیرو فوت فنهای کشتی رو بهش یاد میدم. خیلی با استعداد. اون میتونه در مدت کوتاهی مثل یه ستاره بدره. بله بله. حاجتم برگ سابه جان کم تر بشونی بار با پشکنه آبی ارزه 500 تومانه اون بده. دستت تر گجره بردار های پر تومانه جان. همون حاضری با من بیای تهرون؟ نه خیر. چرا؟ من فرزند جنگل هستم. همینجا به دنیا اومدم، همینجا زندگی کردم و همینجا باید بمیرم. اینجا موندنتون هیچ فایده نداره چون در گمنامی میمونیم. ما آدم های صاف و ساده هستیم. شنیدم تو تهرون شما هزار جور نیرنگ و نامردی وجود داره. من نمیتونم اونجور جاها زندگی کنم. درست میگی جوان. همه جا آدم های بد پیدا میشه تا اینجا. اما مردم زیاد است. تهرونم مثل همه جای دیگه است. فقط چون بزرگتره مردا و نامرداش هم بیشتر هستن. درسته؟ به هر حال تو تنها مال اینجا نیستی. تو فرزند این مملکتی. باید به این آب و خاک خدمت کنی و براش افتخار به دست بیاری. البته کسب افتخار و سربلندی به این سادگی‌ها به دست نمیاد. من حاضرم راهنماییت کنم و فوت فن لازم رو بهت یاد بدم. تو لیاقت داری یه قهرمان جهانی بشی. اون وقت بهتر میتونی به مردم اینجا خدمت کنی. ایشون مربی کشتی و استاد ما هستن. نصیحتشونو گوش بده. با ما بیا بریم تهرون. مادر پیرم تنها دلخوشیش منم. اگه اون راضی نباشه من هرگز نمیام. مادری که مثل تو فرزند شیر دلی داره به خاطر افتخار جاودانی دوری موقتی فرزندشو باید قبول کنه. خانم شما بهش بگیم قبول کنه. قبول میکنه. پس فردا را میفتی. خب بگو بینم شیر یا خط حسین پور؟ خط. اگه خط بیاد موفق میشه. شیر بیاد یا خط تازه اول کاره. من زود برمیگردم مادر. یه قهرمان برمیگردم. من منتظر پسر قهرمانم اینم. دست حق به هم داد. خدا نگهدار مادر. به خدا سپردمت پسرم. شما میسپرم ستاره خانم. ازش مواظبت کنم. تا اینجا هستم ازش نگهداری میکنم. پاییز که برای تحصیل اومدم تهران شما رو اونجا میبینم. موفق باشی. متشکرم. خدا نگهدار. خدا به همراه. آقا لطفا یه دقیقه ماشین رو نگهداری. الان برمیگردم. دلخوری که دارم میرم پهلوون. تو به جنگل خیانت میکنی. من هر کجا برم بازم برمیگردم همینجا. اینو بهت قول میدم. راستی یه چیزی رو فراموش کردم به ستاره بگم. چی رو؟ حقیقتش بلندتر بگو دیگه. که دوستش داری. چشم ایشالا موفق بشی.